تو اینجا سوالی نداشتین؟ اگه سوال داری نمیشه اینجا چیزی نمیشه خواهی کنیم جاین ها به بجه بجه چیز ساسپنس از جاین استفاده کنیم. نه این ساسپنس جاب بدیم بهش جاب داد جاین کار انجام بده در آره میتونیم به جای کلن این کار کوروشن اسکوپ اینجا یه لانچی رو بزنین و حالا اون لانچ رو بیاین جوین کنیم. مثلا این لانچ رو این مثلا این اینو بکنینش لانچ، این دوتا لانچ رو رفرنس‌هاش رو بگیریم و دوتا رو جوین کنیم. یعنی تا وقتی این دوتا تموم نشدن چیز نکنه مثلا نیاد بیرون. ولی وقتی اسکوپ میگیم یه جورایی داریم میگیم که فرض کنیم داریم یه کاری انجام میدیم، بعد میگیم که او مثلا حالا که داری این کار رو انجام میدی برو فلان کار رو انجام بده، ولی تا وقتی که اون انجام ندادی نیا بیرون. و به خاطر همین اسکوپ بندی میکنیم، در واقع میگیم حالا مثلا بیا این لانچ رو انجام بده، حالا برو این اسکوپ رو، و میگه حالا من یه اسکوپ جدید دارم بهت میگم، تا وقتی که تو تموم نشودی نیا بیرون. در واقع اون لانچ های بالا یا این اسکوپ دارن پارالل با هم دیگه در واقع میرن جلو، ولی کوروتین اسکوپ داره میگه که شما چیز کن، صبر کن تا وقتی که کار تموم نشده، کلا از در واقع کار بچه ها تموم نشده نیا بیرون. به خاطر همین توی مثال وقتی که اینو در واقع اینا تموم نشده هم به این خطه نمیرسه که چاپ بشون بکنه. اکتیویتی دیسترکشن چی؟ اکتیویتی دیسترکشن جلوتر میگیم چی کار میکنیم. ما میتونیم رفرنس اینا رو به یه نحوی نگه داریم و به صورت اوتوماتیک میتونیم با صرفا یه تابع اینا رو بگیم که کلن کنسلشن رو. سوال دیگه ای نیست اینجا؟ حالا فرض کنیم که ما داریم یه کاری رو انجام میدیم و حالا این کارا رو میخواییم که در واقع به یه نحوی کنسلش کنیم. همون جابی که لانچ بهتون برمیگردونه، الان فرض کنیم که ما میخواییم یه کاری رو انجام بدیم که این کار ما فرض کنیم که اینجا داره یه فایل رو دانلود میکنه، ولی میخواییم که اگه این فایل بیشتر از مثلا 5 ثانیه طول کشید به صورت اوتوماتیک کلن کنسلش کنیم بیایم بیرون. برای این کار میتونیم از کنسل اند جوین استفاده کنیم. در واقع کنسل که میکنیم بهش میگه حالا شروع کن، من دارم در واقع استیت تو رو عوض میکنم به کنسل کردم. وقتی که جوینش میکنیم یعنی اینکه حالا که دارم کنسلت میکنم بیا صبر کن تا وقتی که این کنسل نشده کلا نرو جای بعدی. و کنسل اند جوین در واقع کاری که میکنه اینه که میگه که این لانچ الان فرض کنیم که این لانچر داره یه فایل رو دانلود میکنه و ما اینجا میخوایم یه تایم اوت بهش بدیم، مثلا اینجا یه ثانیه داریم و بعد یه ثانیه اگه این کارش تموم نشه میان اینجا در واقع کلا کنسلش میکنیم و منتظر میکنیم که کار کنسلش به کلی تموم بشه میریم خط بعد. حالا کلا کوروتی نزدیک فکر کنم 70-80 تا کلا تابو چیزا از این جنس دیلی مثلا لانچ چیزای مدلی داره، همشو نمیشه اینجا کاور کرد. مثلا برای تایم اوت زدن یه تابع داره که کلا میتونی خیلی راحت تایم اوت براش ست کنی و کلی تابع حالا این مدلی داره. حالا اگه فرض کنیم که اینجا که ما داریم دو ورک انجام میدیم یک کرشی هم رخ بده، کرش که رخ بده ما یه جوری میتونیم اینو در واقع هندل کنیم با ترای کچ خود کاترینا. در واقع فرض کنیم که اینجا مثلا داره فایل دانلود میکنه به یه اکسپشنی حالا برمیخوره، اکسپشنی که میده در واقع اینه، در واقع فرض کن که این داره یه کاریو مثلا دانلود میکنه، یه دفعه یه اکسپشن ترو میشه تو این فانکشنه که میگه که این جاب مثلا کنسل شد که ارورش دقیقاً همینه. و حالا فرض کنیم که ما یه تابع ساسپندی داریم که این فرض کنیم داره یه فایلیو دانلود میکنه، میخوایم اگه مثلا یه کرشی رخ داد حالا یه کاری بکنیم، مثلا یه لاگیو مثلا داشته باشه. اگه تو کل یعنی از اول تا آخر اون تابعتون ترای کچ بذارین، هر وقت که این دو ورد کنسل بشه بهتون یه اکسپشنی میده که حالا میتونی این اکسپشن رو یه کاری بکنی. اگه حالا اینجا فاینالی هم بذارین اینطوریه که اگه کنسل شد آخر سرش میتونی یه کاری هم انجام بدین باهاش. و اینم حالا یه مدل ارور هندلینگه که میتونی اگه وقتی یه حالا ساسپند فانکشنی داشتین که داشت در واقع به ارور میخورد حالا ارورشو چجوری حالا هندل کنی. حالا تا الان کل مثالایی که زدیم رو ترد مین داشت انجام میشد، چرا چون توش نگفته بودیم که تو چه تردایی برای خودت کارتو انجام بده اینا. کاترین یه چیزی داره به اسم دیسپچرز که دیسپچرز خیلی شبیه در واقع اون اسکیجولرز های آریکس جاوا که میگفتیم رو ترد آی او باش، مثلا رو ترد مثلا مین باش و اینا.
کلن هم چهار مدل دیسپچر داره خود کوروتین. یکیش آی اوه. آی او در واقع یه سری کارا با مثلا اینپوت آوتپوتی از جنس نتورک و خوندن از رو دیسک و ایناست. یه دونه مین داره که بسته به اینکه رو چه پلتفرمی، مثلا رو اندروید باشین این در واقع مین ترد خود اندرویده، رو جاوا فیکس باشین که مثلا برای دسکتاپ رو ترد اصلی خود جاوا فیکس یا مثلا سو دیفالت هم در واقع ترد دیفالتیه که حالا داره رو خودش لانچ میکنه. یه دونه آن کانفاین داره که این بیشتر به درد تست میخوره، یعنی وقتی شما دارین تست می‌نویسین برای کوروتینتون نمیتونی حالا بیاین بگی که رو این ترد باش بر رو این ترد، یه ترد الکی میخوان که رو مثلا کارشو انجام بده. حالا یه کانسپت دیگه ای داره در واقع کوروتین به اسم async و await که حالا اونایی که با سی شارپ کار کرده باشن یه همچین مدلی رو داره تو خودش. حالا این async و await در واقع چیه؟ فرض کنیم که ما داریم دو تا محاسبه رو همزمان با هم انجام میدیم و میخوایم که وقتی که مثلا محاسبه اولی تموم نشده به محاسبه دومی نریم، یا میخوایم که مثلا یه ترتیبی داشته باشه، مثلا اول محاسبه اولی مثلا کال شه، هر وقت تموم شد مثلا چند تا محاسبه همزمان با هم مثلا انجام شن. در واقع این کلا سوال اینه که ما چجوری میتونیم یه سری کار پارالل با هم و با کوروتین انجام بدیم. الان اینجا مثلا فرض کنیم که ما دو تا متد داریم که مثلا اولیه بعد یه ثانیه، دومه بعد یه ثانیه چیزی رو ریترن میکنه. حالا کانکارنسی در واقع تو این حالا چه مدلی میشه؟ در واقع یه دوباره کیورد دیگه ای داره خود کوروتین به اسم async. async به این معنیه که میگه که یه کاریو از الان شروع کن انجام بده، هر وقت که یکی بهش نیاز داشت بیا اینو مثلا ریترن کن. فرقش با لانچ چیه؟ لانچ گفتیم یه جاب ریترن میکنه، یعنی لانچ وقتی که ما میزنیم یه کوروتینی رو میسازه و شروع میکنه کاراش رو انجام میده خودش و حالا یه جابی هم ریترن میکنه که ما میتونیم جاب رو کنسل کنیم. async یه دونه دیفرد میده. دیفرد ما تو اسلاید اولی هم یه چیزی گفتیم، پرامیس و حالا فیوچر و اینا، یه چیز شبیه فیوچره. یعنی ما میگیم که یه کلکولیت وانی داره انجام میشه که در آینده نتیجهش به یه نحوی به ما میرسه. و async await اینطوریه که ما میگیم که در واقع الان داریم میگیم ما دو تا کار داریم، دو تا محاسبه داریم که دارن اینا انجام میشن و وقتی که روشون await رو کال میکنیم به این شکله که اینا منتظر میشن که اون await ها در واقع جوابشون رو بدن. الان ما تو اینجا اگه این میجر تایم ریلیز هم یه اکستنشن در واقع یه فانکشن خود کاتفینه که حساب میکنه اون در واقع این داخل اینجا چقدر طول کشید انجام شد. الان شما اینو اگه کال در واقع ران کنی میبینی که یه ثانیه طول کشید. اتفاقی که میفته اینه که به async میرسه، یه کوروتین جدید دوباره ران میکنه و میره توی بک‌گراندی برای خودش شروع میکنه به کار کردن. اینم همین میشه، اینم یه async رو انجام میده میره توی بک‌گراندی برای خودش در واقع کار کردن. و این async هم که حالا این calculate one و two هم که دیدیم هر کدومشون یه ثانیه دیلی داشتن و نکتهش اینه که این دوتا async موازی با هم دیگه کال میشن و هر کدومشون یه ثانیه در واقع دیلی بهشون میخوره و اینطوری هم که هر جفتشون با هم توی واحد زمانی دارن یه ثانیه بهشون دیلی میدی و خب خیلی منطقیه که اگه ما awaitشون رو کال کنیم چون این دوتا با هم دیگه انجام شدن یه ثانیه طول میشه. تقریبا یه ثانیه اون خورده‌اش به خاطر دوباره گفتم همین پروسه ساختن در واقع این async و ایناست. حالا اگه async رو بریم تو خودش می‌بینی یه سری کلا بهتون یه سری پراپرتی میده که بتونی ست کنی. یکیش استارتر. حالت اولیش اینطوریه که حالت پیش‌فرضش اینطوریه که وقتی که شما به بلاک کد async میرسین کلا شروع کنه یعنی کاراشو انجام بده و بره رانش کنه. ولی مثلا میتونه یه سناریو این باشه که ما مثلا یه کاریو میخوایم پارالل انجام بدیم ولی الان نمیخوایم انجامش بدیم، هر وقت که بهش احساس نیاز کردیم میخوایم انجامش بدیم. یه مدلی داره به اسم لیزی. لیزی اینطوریه که هر وقت شما اویتو مثلا کال کنین این شروع میکنه، در واقع هر وقت شما اویتو کال کنین این میخواد اینو استارت کنه که شروع کنه به انجام دادنش. الان اینجا اتفاقی که میفته وقتی ما اویت رو اونجا داریم میزنیم چون مدلش لیزیه، اول میاد اون اویت میبینه که این هیچ وقت تا الان استارت نشده و شروع میکنه به استارت کردنش و لایف سایکلش یه جورایی به این لایف سایکل این بنده در واقع و یه ثانیه صبر میکنه و یک ثانیه بعدی میره تو دات اویت رو کال میکنه و اینجا حدود دو ثانیه در واقع طول میکشه. ولی باز ما میخواستیم اگه بخوایم حالا اینجا پارالل انجام بدیم خود این async ها یه تابع دارن به اسم استارت.
این استارت وقتی که ما لیزی نباشیم خودش اتوماتیک وقتی که شما ایسینک رو کال میکنید استارتش هم میکنه. استارت به این معنی که در واقع اون کوروتینش رو داره ران میکنه. وقتی که ما اینجا استارت میزنیم تو این خط اول شروع میکنه در واقع یه کوروتین رو تو بک‌گراند استارت میزنه، تو این خط هم دوباره شروع میکنه یه کوروتین رو تو بک‌گراند استارت میزنه، دوباره همون مثل حالت اول در واقع داره اینا پارالل با هم دیگه اجرا میشن و بعد حالا مثلا یه ثانیه تقریبا دوباره این جوابش رو به ما میده. یعنی صرفا حالا این مدل کلا پارالل نوشتن تو کوروتین این مدلیه. حالا یه سری فیچرهای دیگه کاترین داره که فعلا اکسپریمنتاله و خب حالا منم نیاوردم اینجا چون احتمال داره حتی مثلا یه هفته دیگه اینا عوض شن. یه سری چنل اینام سلکت اکسپرشنه که چنلا به این شکلن که ما اگه فرض کنیم که داریم یه کاری رو انجام میدیم یه جایی و میخوایم یه عده دیگه نوتیفای شن، در واقع مثل ابزروبل آریکس که ما مثلا یه کاری رو داریم یه جا انجام میدیم یه عده دیگه دارن ازش یه دیتایی رو میگیرن و این چنل ها در واقع شبیه همون در واقع ابزروبل خود آریکس هن. سلکت اکسپرژن هم حالا یه چیزایی رو خود چنله که میتونیم یه سری کارهایی مثلا از جنس در واقع همون پارالل انجام دادن روش انجام بدیم. حالا بریم سراغ این که این کوروتین رو ما چجوری تو اندروید میتونیم کلن بیاریم و حالا چه خوبیایی داره چه مزیتایی داره. قبل اینکه بریم اینجا سوالی داریم نسبت به چیزایی که قبلا گفتیم یا اوکیه؟ تا اینجا گفتیم که ما کاترین یه چیز معرفی کرده به اسم کوروتین که کوروتین یه جورای تردر لایت ویت، یعنی ما میتونیم یه تعدادی کوروتین رو تو یه تردی، یعنی مثلا ما میتونیم 10 تا کوروتین رو به صورت پارالل روی یه دونه تردی در واقع رانشون کنیم و گفتیم که خب این کوروتین ها میتونن به صورت پارالل انجام شن، میتونیم یه سری اسکوپ براشون تعریف کنیم که تا وقتی اون اسکوپ انجام نشده نیام به در واقع خط بعدی و کارای این مدلی. حالا تو اندروید حالا برگردیم اون اپی که حالا تو جلسه پیش صحبت کردیم، ما اون اپی که صحبت کردیم اینطوری بود که چند تا لایه داشت، از لایه یو آی گرفته پرزنتیشن دومین و دیتا و حالا ریموت و این. توی کوروتین ما میتونیم تو تمام لایه ها از کوروتین استفاده کنیم و در واقع از ویو مدلمون تا اونجایی که میخوایم در واقع ریکوست بزنیم به نتورک میتونیم از کوروتین استفاده کنیم. حالا چه مدلی میتونه این باشه؟ فرض کنیم ما مثلا یه ریپوزیتوری داریم که یه لیستی از مثلا سریال ها رو به ما برمیگردونه. وقتی که ما اینو کالش میکنیم یه حالا لیستی رو میره از نتورک میگیره و به ما میده. اگه میخواستیم با آریکس جواب بدیم این مثلا باید به جای ریترن تایم به جای لیست مثلا باید سینگل میشد یا مثلا ابزروبل میشد. ولی حالا با کوروتین به جای اینکه کار خاصی بکنیم اینو خیلی راحت میتونیم ساسپندش بکنیم. به این معنی که این get all یه suspend فانکشنیه که در واقع انگار داره روی در واقع کوروتینی برای خودش انجام میشه، هر وقت سی پی یو میتونست اینو انجام بده انجام میده، هر وقت نتونه ساسپندش میکنه و میذاره برای وقتی که بتونه. حالا اینجا یه نکته هست، اگه ما بخوایم اینجا لیست ریترن کنیم همون مشکلی که گفتیم، اگه اکسپشنی رخ بده ما کلا دو حالت داریم که اینو بتونیم هندل کنیم، یا بیایم تو تمام جاهایی که این میتونه اکسپشن بده ترای کچ بذاریم که، یا میتونیم از حالا یه دونه تایپ به اسم ایدر استفاده کنیم. همون جلوتر میگم چیه ترای کچ گذاشتن یکم در واقع دردسره، چون که ما یه جوری باید تو تمام لایه هامون بیایم ترای کچ بذاریم که اگه به اکسپشن برخورد بریم یه جوری کچش کنیم، حالا یه رفتاری باهاش میخوایم انجام بدیم. و یه مشکل دیگه که هست اینه که ما اگه مثلا get all رو کال کردیم ممکنه که نتورک ارور مثلا بخوره، مثلا ممکنه کانکشنمون تایم اوت بشه یا مثلا سرور ارور 500 بوده یا کلا سرور اوکی بود وقتی که داشتیم دیتامون رو مپ می‌کردیم به ارور خوردیم و این جنس تایپاشو نمیتونیم بفهمیم از این در واقع try catch گذاشتن. حالا ایدر چیه؟ یه لایبری هست به اسم ارو که در واقع فانکشنال پروگرامینگ توریه، یه سری در واقع چیزایی معرفی کرده که میتونیم فانکشنال باش مثلا کار کنیم. ایدر خیلی کانسپت پیچیده نیست، صرفا یه دیتا کلاسه، یه دیتا کلاسیه که در واقع دوتا در واقع چیز داره، دوتا تایپ داره A و B، که A و B در واقع به A ما میگیم left که ما توش میایم ارورمون رو میذاریم، به B میگیم right و توش میایم اون چیزی که ساکسس بوده رو میذاریم. فرض کنیم ما حالا مثالش میشه آبجکت پیری که حالا تو اندروید هست، یعنی یه پیری داریم که دوتا در واقع آبجکت میتونه داشته باشه، یا ساکسس یا فیلیه.
که چون سیل کلاسش هم کردیم میتونیم در واقع تایپ های مختلف رو خیلی به مثلا ونا ترتمیز بذاریم و میتونیم در واقع یکم کدومون رو ساده ترش کنیم. حالا ایداره یعنی چی؟ ما اگه این تایپ رو ایدرش بکنیم یعنی که ما یا لیست تیوی شو برمیگردونیم یا ایرور برمیگردونیم. یعنی ما یه دیتا کلاسی داریم که احتمال داره یا ساکسس شده باشه یا فیل شده باشه، که تو هر کدومش ما میتونیم حالا رفتاری که میخواییم رو انجام بدیم. حالا اینطوری ما در واقع انکپسولیت کردیم حالت ساکسسمون رو با حالت فیلیرمون، و در واقع اگه هر اتفاقی که اینجا بیفته رو ما میتونیم حالا دیگه به جای چای کچ گذاشتن تو هر لول بیایم ببینیم اگه به اکسپشنی خوردیم این ارور رو بیایم توش پر کنیم. حالا ارور چیه؟ ارور هم در واقع یه چیزی که خودمون مینویسیم، یه دیتا کلاسیه، دوباره در واقع یه کلاسیه که میتونیم یه سری تایپ داشته باشیم. این که اینو سیل کلاس میکنیم، سیل کلاس رو حالا یه سری یه فیچر کاترینه که حالا اگه نمیدونین چیه میتونین حالا تو سرچ بزنین. کل نکتهش اینه که سیل کلاس رو میذارم ما در واقع یه ون استیتمنتی بنویسیم که توش خودش بتونه اوتوماتیک کستشون کنه به مثلا ارور ما میتونیم کستش کنیم به نتورک اگه از جنس این باشه. یعنی میتونیم خیلی راحت یه ون بزنیم و بگیم اگه مثلا بگیم ایز مثلا نتورک کانکشن این کارو بکن، ایز مثلا آن ریچبل تی وی شو بود این کارو بکن، صرفا یه بویلر پلیتی از خود کم میکنه. ارور هم دوباره ما اون حالات اون اپی که گفتیم ارور رو میایم یه سری طبقه بندی براشون میذاریم. ارورامون یا خیلی گلوبال هن، یعنی اینکه کل سیستممون اون ارورا داره به شکل یکسان اتفاق میافته، مثلا اینکه نتورک خراب بود، اینکه مثلا وایفای طرف قطع بود، چیزا این شکلی. یه سری ارورای دیگه هم هست که به فیچرها مربوطه، مثلا ما اگه یه صفحه سرچ داریم احتمال داره یه اروری برای اونجا مثلا رخ بده که ما میایم اینا رو دوباره توی سیل کلاس دیگه به اسم فیچر میذاریم که برای هر در واقع فیچرمون اینا اون تو باشن و بدونیم که اگه ما آن ریچبل تی وی شو میخوایم کال کنیم فقط مخصوص به مثلا صفحه مثلا تی وی شو مونه، مثلا به صفحه دیگه ربطی نداره. صرفا این سیل کلاس کردن این فیچر داره دوباره یکم ریسپانسیبلیتی این ارور و اینو یکم جدا میکنه و در واقع داره میگه که ما مثلا چند مدل تایپ ارور داریم، یا گلوبال یا در واقع مخصوص به هر کدوم از اون فیچرها. حالا دوباره همون ونی که گفتیم اینطوریه که این در واقع خیلی ترتمیزتر میشه. این اروری که داشتیم ما میتونیم یه ون براش بنویسیم، بگیم اگه که این بود این کارو کن، اگه این بود این کارو بکن، و اگر مثلا این کارو بکن. این خیلی به جای اینکه بیان بگیم اینستنس آف فلان، نمیدونم اینستنس آف فلان، همینطور هی بیان کستش کنیم، سیل کلاس این فیچر به ما میگه که با یه ایز بتونیم کلا این کارو انجام بدیم، و خب همینطور که می‌بینید کد خیلی کلا ترتمیزتر می‌کنه. حالا بیایم تو لایه دومین هم بگیم می‌خوایم چیکار کنیم در تو لایه دیتامون. اون گت آلی که داشتیم گفتیم یه ساسپندیه که یه ایدری از جنس حالا لیست تی وی شو یا ایرور میتونه ریترن کنه. حالا ما اینو بخوایم بیایم اوررایدش کنیم اینطوری میشه که اون API فرض کنیم یه در واقع API خود رتروفیته، گت آلش رو کال میکنیم، مثلا به ما یه کالی میده از اون لیست حالا تی وی شو، بعد حالا اینجا await میزنیم. await در واقع یه extension functionیه که خودمون نوشتیم. کاری که میکنه اینه که شروع میکنه اون کاله رو execute میکنه و اون executionش اینطوریه که هر وقت اگه به error خورد کستش میکنه مثلا به یه چیزی، حالا یه در واقع یه جورایی یه ایدری رو میاد مثلا برمیگردونه فرض کنیم. که حالا اینجا من یه لینکی گذاشتم که اگه می‌خوام ببینید چجوری می‌تونیم اینو ایمپلیمنت کنیم از اینجا می‌تونید ببینید. کلاً این اویتر می‌تونید یه تابعی که خودتون می‌نویسین، چون رتروفیت یا باید ادپتر براش بنویسین که می‌تونه مثلا سینگل برگردونه اگه آر ایکس باشه، یا مثلا می‌تونه کال خود رتروفیت رو برگردونه. و نکته اینه که می‌خوایم اینو یه جوری حالا اکزیکیوتش هم بکنین کال رو. ولی وقتی که میایم تو دنیای مثلا کوروتین و اینا باید اینو تو اون لایف سایکلی که خود اون کوروتین داره انجامش بدیم، که روش‌ها مختلفی هست برای این کار. میتونه خیلی خیلی مستقیم اون کالر رو اکزیکیوت کنی، اگه اون کالر رو اکزیکیوت کنی او همون تردی که این گت آله داره کال میشه اونم کال میشه، و بعدش هر وقت تموم شه چون بلاکینگه هر وقت تموم شه میاد خط بعدی. حالا فرض کنیم که ما به یه نحوی این رتروفیتر رو کال کردیم و اون لیستی که می‌خوایم رو گرفتیم، اگه اکسپشن بخوره ما میتونیم اینو مپ کنیم به اون ارورایی که تو همون اسلاید قبلی گفتیم
و این ایدر رو بسازیم. ایدر رایت، ایدر رفت در واقع دو تا در واقع فانکشنی هست که ایدر رایت میاد یه دونه ایدری میسازه که اون بی که گفتیم قسمت رایتشه در واقع از جنس تی وی لیست تی وی شوها باشه، اون قسمت ارورش هیچی باشه. در واقع یه چیز داریم به اسم هیچی تو کاتلین که میگه که این کلاس در واقع از جنس چیزی نیست. اگه لفت هم باشه که میاد اون ای رو ارورش میکنه، سمت میگه که در واقع ریزالتش هم اون ساکسش هم هیچی. در واقع حالا شما میتونید این ایدر رو چون سید کلاسه دوباره براش بم بزنید، در واقع مثل اینجا بیاین اون ایدر رو بگیریم، بگین اگه ایدر دات ساکسسه این کارو کن، اگه ایدر دات ارور مثلا همین بلاک کد رو دوباره کار کن. حالا اتفاقی که افتاد چی بود؟ ما اومدیم کل لایه‌هایی که مربوط به یو آی مون نیستن رو تبدیلش کردیم به در واقع ساسپند فانکشن‌های کوروتین و اینطوری شد که ما یه سری فانکشن داریم که اینا دارن به صورت حالا پارالل، به صورت حالا هر مدلی که براشون تعریف کردیم دارن اکزیکیوت میشن و ولی تا الان نفهمیدیم که اینا دارن چه تردی انجام میشن یا حالا چیکار داریم باهاشون میکنیم و اینا. حالا اتفاقی که میفته اینه که ما حالا باید اینایی که داریم، این ریپوزیتوری که داریم کال میکنیم که تو خودش میاد یه رتروفیتی هم کال میکنه رو بیایم یه جورایی این جاواشون رو بگیریم و هر وقت حالا تو اون فرگمنت اکتیویتی یا وی مدلمون که داشتیم باش کار میکردیم هر وقت خواستیم کنسلشون بتونیم بکنیم. برای این کار حالا کلا یه مزیتایی هم که این کارمون داشت این بود که اون ساسپند فانکشنامون یه جورایی سکوئنشال، یعنی برخلاف حالا اون پرامیس آریکس جاوا اینا که ما یه سری کار رو یه گوشه انجام میدادیم و یه سری کالبک به ما میدادن که حالا هر وقت تموم شدن یه سری کار بکنیم، اینجا یه خیلی خط به خطه. یعنی ما یه همون فانکشنایی که خود خیلی عادی مینوشتیم و یه صرفا یه کیورد ساسپند گذاشتیم توش و حالا اونا رو توی کوروتین هایی که مثلا میخواستیم انجامشون میدادیم. حالا اون استراکچرد کانکارنسی که توضیح دادیم و کلا باید تو بخش یو آی بیاییم انجام در واقع پیاده سازیش بکنیم. در واقع استراکچرد کانکارنسی که اون تیکه قبل گفتیم کلا وقتی میایم اینا رو پیاده سازی میکنیم که میخوایم توی لایه‌ای که داره به نمایش گذاشته میشه میخوایم اینا رو تو اون لایف سایکلی که حالا اون کلاسه داره باوندشون کنیم بهشون و هر وقت خواستیم دیسترویشون بکنیم. حالا ما میایم چیکار میکنیم؟ فرض کنیم که ما یه وی مدلی داریم که میخوایم توش اون ریپوزیتوریایی که داریم رو توش بیایم کال کنیم. این وی مدل رو میایم از کوروتین اسکوپ، در واقع کوروتین اسکوپ یه اینترفیسی که میایم ازش ارث بری میکنیم و در واقع داریم این که این وی مدل یه اسکوپی داره از جنس کوروتین که این میتونه روی تردی برای خودش انجام شه و یه جورای رفرنساشو نگرده. که اگه این کوروتین اسکوپ یه چیزی داره، کوروتین کانتکست داره که اینو باید اوورایدش کنیم، که تو این اوورراید کردنش ما میایم چیکار میکنیم؟ میگیم که این اسکوپی که ما از کوروتین داریم میخوایم رو چه تردی در واقع انجام بشه و اون جاوایی که داره میگیره رو دیگه خود این اسکوپه هندل میکنه. در واقع با اون تابه هایی که خود کاترین نوشته، خود کوروتین نوشته، شما هر جا لانچ بزنین در واقع میاد تو این دل این کانتکست میشینه. حالا در واقع این دقیقا یعنی چی؟ دیسپچر مین دات به اضافه جاوا، یعنی این که ما یه جابی تعریف میکنیم، این جاب در واقع میشه گفت نماینده کل جاب هایی هست که داره تو اون در واقع این ویو مدل داره لانچ میشه. یعنی ما هر جا لانچ بزنیم خود کوروتین اوتوماتیک هر جا لانچ ببینه میاد به این جاب اضافهش میکنه و در واقع ما اگه این جابو فرض کنیم که ما تو این ویو مدل میایم 10 تا ریپوزیتوری با هم یه کار میکنیم، این بعد این 10 تا دارن رو 10 تا حالا کوروتین دارن پارالل ران میشن، همه این 10 تا کل هر کدوم از اینا یه جاب دارن دیگه، خود این جاب میان تو این جاب اینجا میشینن. صرفا اینم یه تریکیه که خود حالا کوروتین زده، این پلاسی که اونجا داره یه دونه پلاس اپراتوره، در واقع چیز جمع این دوتا به شکل رفرنسی نیست. در واقع میاد میگه که هر جا، در واقع این منظورش اینه، هر جا میگه لانچ دیدی بیا جابش رو بگیر و به این جاب اضافه کن. کل این تیکه کد منظورش اینه و هر وقت که ما از ویو مدلمون اومدیم بیرون وقتی جاب داد کنسل رو بزنیم کل اون در واقع میشه گفت کل اون جابایی که توش داریم اوتوماتیک کنسل میشه. حالا اون بیس ویو مدلمون رو ساختیم، حالا چه جوری میتونیم اون رو لانچش کنیم؟ فرض کنیم که ریپوزیتوری رو به این ویو مدل پاس دادیم، گت آلش یه ساسپند فانکشنی و خب ما میتونیم این گت آل رو به صورت ایسینک تو خود ویو مدلمون اجرا کنیم.
و این یه خطی که اینجا می‌بینی، این کل اون کاری که بره ریکوست بزنه و دیتاشو بگیره و بیاره رو انجام میده. حالا خط به خطشو بخوایم بگیم، اینجا منظور اینه که میگه که لود کن دیتا رو، و حالا میگه که این لود رو بیا توی کوروتینی انجام بده، و میگه همزمان با اینکه تو اومدی این لود رو انجام بدی، شروع کن یه کال ایسینک به گت آل بزن رو dispatcher.io، یعنی که روترد آیو، بیا اینو این گت آل رو توش کال کن و مثلا اویتش کن تا وقتی که انجام شده باشه. و اتفاقی که میفته اون ریپوزیتوری گت آل چون خودش از جنس ساسپن فانکشن بود، اتوماتیک اون کوروتینی که روش هست رو ترد آی او، و اینطوری همینطور که میره جلو اینا هی رو ترد آی او کال میشن و کل اون سناریوی گرفتن مثلا لیست تی وی شوامون در واقع روی ترد آی او برای خودش کار میشه. وقتی هم که اویتش میکنیم اینطوریه که منتظرمون تا این تموم بشه، و هر وقت که این تموم نشده خط بعد نمیاد. اتفاقی که میفته اینجا اینطوریه که این خط در واقع این کامنتی که اینجا هست تا زمانی که اون گت آل گرفته نشده باشه کال نمیشه، ولی نکتهش اینه که ترد مین هم ما اینجا بلاکش نمیکنیم، یعنی ما داریم یه دیتایی رو لود میکنیم. در واقع تو اون بیس ویو مدلمون دیدیم، داریم گفته بودیم که این لانچر رو ترد مین انجام بده، داریم رو ترد مین در واقع یه کال مثلا چیزی میزنیم، ولی ترد مین هم بلاک نمیکنیم. در واقع ما داریم با این خط میگیم که بیا رو ترد مین شروع کن یه به ریپوزیتوریمون یه کالی بزن، ولی شروع کن این کال زدن تو رو ترد آیو انجام دادن باشه. و این خیلی یه سری کارها باحال با این کار میتونیم بکنیم، چون که هم میتونیم رو ترد مین یه کاری بکنیم که ترد مین رو بلاک نمیکنه، ولی داره موازی مثلا یه چیز دیگه کال انجام میشه. تموم شد تا اینجا. این کلیت حالا کوروتین بود. یکم حالا کانسپتش میتونه سخت باشه، نیاز داره که کلا اگه میخواین با کوروتین کلا کد بزنی، سمپلایی که داره رو برین هی انجام بدین و هی باهاش یکم بازی بکنین، چون گفتم کلی کیورد داره و همه کیورداشو نمیشه گفت. این کلا یه پیش زمینه بود که کوروتین کلا چیکار میکنه، ولی کلا یه کمکی که بهتون میکنه اینه که خب کدتون رو خیلی خواناتر میکنه، و از اون حالا میشه گفت سنگینی که آریکس جاوا یا حالا نمونه مشابهش داره کلا کم میکنه، و کلیتش اینه. حالا اگه سوالی دارین حالا من میتونم جواب بدم.